سردار محمد طاهری بیش از 5 سال است که روی ایجاد و توسعه باغ‌های معیاری پسته در برخی ولایت‌های افغانستان کار می‌کند. او اکنون در یک باغ بیستچریبی پسته در ولایت هرات مشغول است و تأکید دارد که هرات بهترین اقلیم را برای نهال پسته دارد. سردار محمد می‌گوید از سال 1398 تا اکنون آنان در بیش از 5000 جریب زمین باغ‌های پسته را در هرات ایجاد کردند. دهقان‌های محترم مگر توجه داشته باشند که پسته یک چیزی هست که او بسیار آینده درخشانی داره. هیچی نمیتونه جای پسته بگیره. یک هکتار زمین که شامل 5 جریب زمین میشه تا به 65 تا 67 تن پسته تر میتونیم از او بچینیم به وقتی که به حاصل برسه. آقای طاهری میگوید در سالهای گذشته میزان علاقمندی برای نهال پسته کمتر بود، اما اکنون با بلند رفتن سطح آگاهی مردم مبنی بر اقتصاد خوب آن، کشاورزان بیشتر به ایجاد باغهای پسته روی آوردند. با او 3 سمت یک قطار که یک شما مشاهده میکنیم که پسته ما کارگزاری شده، 6 متر ما فاصله داریم. به این فاصله 6 متر ما خیلی میتونیم که زراعت کنیم، من جمله زعفرانه. بعد از او هنگ هم بسیار خوب شده، میتونیم به وسط پسته خب ما میتونیم از هنگ هم میتونیم استفاده کنیم. حاصل دهی نهال پسته پس از سال 6 شروع می شود و 300 سال عمر می کند. شماری از کشاورزان که به تازگی اقدام به ایجاد باغ‌های پسته در این ولایت کرده میگویند حکومت باید آنان را در این بخش حمایت کند. ما این باغ پسته حدودا 5 سال میشه که ایجاد کردیم. در راستای این باغ پسته ما داخل از این پشت‌ها از اینا زعفران داخل زمین زعفران هم ایجاد کردیم. 5 سال که زعفران ما عاید برمی‌داریم دیگه. بعد از اون پسته ما هم به امسال نشون بار داره. اگه انال پشتیبان ملی باشه که بانک مثلا بریم و مثلا به قرضه بده، ما اصلا ملی مثلا کد بده پول بده مثلا که میام یک زمین 10 جریب زمین مثلا جا کنم ایجاد پسته بکنم، انا من مثلا پشتم پوره میفهمم. میگم اگه این زمین ما امسال کش نشود پسته ما ان شاء الله زمان میکشیم بریو به دست میای. بر اساس آمار نهادهای مسئول در حدود 12000 هکتار زمین جنگل های پسته در ولایت هرات وجود دارد و قرار است اداره زراعت این ولایت امسال در حدود 22 هکتار زمین دیگر را پسته بذر کند.